شمار از شهریان شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس از افزایش کودکان خیابانی در جاده‌های این شهر سخن می‌زنند. این شهروندان می‌گویند وجود کودکان خیابانی در شهر قلعه‌نو نگرانی‌هایی را در پی داشته و آینده آنها را به مخاطره می‌اندازد. به باور آنان این کودکان با آمدن در جاده‌های شهر از درس و تعلیم باز مانده و آینده ناروشن را در پیش دارند. آنان خواهان جمع‌آوری و یا هم تعیین سرنوشت برای کودکان خیابانی از سوی دولت و نهادهای مسئول اند. متاسفانه در این اواخر تعدادی کودکان خیابانی افزایش یافته و این میتونه که تاثیر منفی بر روی روان مردم داشته باشه. امیدوارم که مسئولین در این راستا اقدامات جدی بکنه و این کودکان شناسایی بکنه و با فامیل هایشون ارتباط برقرار بکنه تا بتونه که زمینه کار و زمینه تاثیر اینها فراهم بشه. به اواخر زیاد پیدا شده اطفالی که در خیابان ها در جاده ها راه میرن و بی سرنوشت و بی سرپناهن. دیگه دولت مسئولی کاره، باید دولت یک زمینه تحصیل و تعلیم رو به اینا مساعد بسازه. آینده ایزی بسیار خطر جدیه به خود ما، به کشور، به آینده افغانستان. دیگه اطفالی که حال به خیابان رو بیارن، اینا رو میارن به مواد و مواد مخدر و بالاخره به کارهای غیر ناشایست. با این حال شمار از کودکان خیابانی در بادغیس طی مصاحبه با آژانس خبری پژواک میگویند به دلیل فقر و تنگدستی مجبور به زباله‌گردی، موچیگری و دیگر کارهای خیابانی شدند. این کودکان میافزایند که تنها نان آور خانواده خود هستند و به ناچاری دست به این کار میزنند. آنان از دولت میخواهند تا برایشان کمک نموده و زمینه کار و تعلیم را فراهم سازد. کار شما نه خونه کار خاص کارگر ندارین، کار کنه خور کنه خونه نون بگیرین، کار بار خونه دیگه ماش کار کنه خونه نون بگیرین، چیز خونه ندارین، غریب خوشحالن که درس بخونن، خانواده کمک کنه، کار خانواده چیز نداره، خانواده چیز باشه که خود که درس میخونن خوشحالن درس یاد بگیرن، آینده ما چیز باشه. 34 سال میشه کشنگ من نمیدونم خونه چیز میز ندارم، خونه چیز میز بگیرم، مکتب نمیخونم، سگانو کار بار خانه چیز میزی ندارم، خانه چیز میزی بگیرم. در این حال آگاهان امور به این باورند که ادامه این وضعیت برای کودکان و جامعه زیانبار خواهند بود. آنان میگویند دور بودن از تعلیم و تربیه این کودکان را بار دوش جامعه به بار آورده و به افراد مضر تبدیل خواهد کرد. این آگاهان خواهان تعیین سرنوشت مشخص برای این قشر جامعه بوده و پیشنهاد میکنند تا دولت و سایر نهادهای مسئول زمینه کار و تعلیم را برای آنان فراهم سازد. در آینده ای اطفال همه از مکتب و درس و تعلیم اینا محروم میشن و از آغوش گرم خانواده ها محروم میشن و ای اطفال اجتماعی وضعیت اجتماعی از اینا به هم میریزه و سرنوشتی از اینها در آینده اینا بار دوش جامعه میشن، اطفال اینا شخصیت های اینا آدم های مضر میشن، وارد جامعه میشن و ممکن خطرات امنیتی رو به وجود بیارن، ممکن خطرات دیگری در داخل جامعه، نوع این بی‌نظمی در داخل جامعه شکل میگیره و نه از اونچون مسئله جلوگیری شود. با این وجود مسئولان در ریاست کار و امور اجتماعی بادغیس هر چند آمار مشخص از کودکان خیابانی ارائه نمیدهند اما افزایش آن را در این ولایت تایید میکنند. به گفته مسئولان طی چند روز اخیر اداره کار و امور اجتماعی بادغیس حدود 50 کودک خیابانی را جمع آوری و به دارالاتام‌های دولتی معرفی کردند. آنان میگویند در آینده نیز پلان‌های متعدد را جهت حل این مشکل روی دست دارند. بله، کودکان خیابانی در ولایت بادغیس یک چند تعداد افزایش پیدا کرده، خو خوشبختانه در حدود 50 تن خیابانی که از جمله زینا 7 اوناس است و 44 خانم ذکر است، اینا با دارالاتام اوناس و دارالاتام ذکر جابجا شده و کدن که پیر و مادر دیش اینا به تضمین رفته، اگه به سرپرست و صغیر بوده و ادغام پرورشگاه شده. موجودیت کودکان خیابانی، زباله‌گردی و کودکان کار در این ولایت سال هاست که دامنگیر جامعه بوده و این مشکل تا هنوز پا برجاست. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.